سیمین بارگزی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر در این باره اینجا حضور دارند. خیلی خوش آمدین بانو بارگزی. بلند نگه داشتن صدای صلح طلبانه یا برگزاری نشست‌های در محورت صلح‌خواهی آیا کمک به برقراری صلح در افغانستان یا پایان دادن جنگ در کشور ما خواهد کرد؟ قبل از همه چیز درود میفرستم به روان پاک شهدا و با عرض سلام خدمت شما و بیننده عزیز تلویزیون تولو نیوز. طبعا پروسه صلح یک پروسه حیاتی برای هر کشور هست، چه بسا که در کشوری که مثل افغانستان همیشه در جنگ بوده و متاسفانه هنوز جنگ در افغانستان وجود داره. و من فکر میکنم هر چقدر در راستای صلح هر نهاد و ارگان و هر قشر جامعه تلاش کنه ای به نفع افغانستان خواهد بود و برای آوردن صلح کمک خواهد کرد. حالا این نشست‌ها در واقع هر ماه یا هر یک سال بعد برگزار میشن، فکر میکنین که برگزاری نشست‌ها به شکل مقطعی مؤثر واقع خواهد شد؟ در صورتی که این نشست‌ها جایگاه حقوقی داشته باشه و محور نشست‌ها دقیقاً با طرف‌های باشه که نیازمند از این است که پروسه صلح بپیوندند و حکومت افغانستان هم بسیار بهره برداری خوب بگیره از این نشست‌ها، من فکر می‌کنم نتیجه از این که نباشه باشه بهتر است. چگونه بهره برداری باید از این نشست صورت بگیره؟ ببینیم، ما امروز دیدیم که نشست خانم ها که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدن یک برنامه به اصطلاح راه اندازی کردن برای آوردن سال. ما در بسیار مجالس بزرگ یا کنفرانس های مهمی که بیرون از افغانستان هست که نقش زن بسیار مهمه، متاسفانه نقش زن سمبولیک میبینیم. اونجاها جایگاهیه که واقعا زن میتونه از جایگاه خود صحبت کنه و مشکلاتی که در جامعه نبود صلح به وجود میاره، مخصوصا برای زنها، از زبان زن وقتی بیان بشه او خیلی بهتره تا دیگه اشخاص جامعه. ما میبینیم که در اکثر وقتی که طرف مقابل کسانی هستند که بعضی ها، البته همه اینا رو نمیگم، طالبا بعضی ها که اصلا حضور زن در عرصه کار و زار و در عرصه سیاست قبول ندارن و از طرف دیگه زن جامعه رو میسازه و باید زنها بیشتر در این راستا نقش داشته باشن. او وقت ما میتونیم بگیم که واقعا در پروسه صلح زنها میتونن نقش خوبی داشته باشن و برای آوردن صلح کمک کنن. اما نشست‌های بزرگتر از نشست صلح امروز در کابل و فراتر از جغرافیای افغانستان بر سطح جهانی برگزار شده. تمام این نشست‌ها با پاسخ نهی طالبان در واقع روبرو بوده. چگونه ممکن است که با برگزاری نشست‌ها به شکل خیلی کوچک در محدوده یک ولایت یک شهر ما به صلح برسیم؟ خب دولت افغانستان و خود کسانی که در این راستا حتی معاش‌های گزافی میگیرن باید زیادتر کار کنن و ما پیشتر شما اشاره کردیم که نشست‌های بزرگی بود برای آوردن صلح در منطقه به خصوص افغانستان، اما نقش اصلا زنها در اونجا حضور نداشتن و این نمیتونه واقعا اونطور که باید جایگاه خود پیدا کنه و حرفی برای گفتن برای طرفای مقابل داشته باشه. بنابراین در آوردن صلح اول ما باید مشخص کنیم با کی میخوایم صلح کنیم. خب با طالبان مشخص نه، طالبانی که وقتی نمیپذیرن اصلا باید دروازه صلح بسته بشه. طالبان نمیپذیرن، صلح با کی صورت بگیرد؟ با ایتون نیست که همه اینا نپذیرن. یک عده واقعا ما دیدیم که به پروسه صلح پیوستن و به خصوص در ولایت‌ها و میدان‌های جنگ متاسفانه. خب این از ناکاری ها و کمکاری های حکومت بوده. ما دیدیم اکثر قماندان هایی که خانه نشین بودن برفتن به طالبا پیوستن، اما بعد از مشارکت مردم و دید و بازدیدهایی که مردم با اونا داشتن و جایگاهی که برای حکومت فعلی برای از اونا تعیین شد، اینا به پروسه صلح پیوستن. این رو نمیتونیم انکار کنیم که نشست بعضی برنامه ها برای آوردن صلح معنی و مفهومی نداره، اما در کل وقتی کسی که نمیپذیره و نمیخواد به صلح باور نداره، من فکر میکنم باید دروازه بسته بشه. و هیچ حالا شما به عنوان نماینده مردم در مجلس نمایندگان که در واقع 5 سال یا بیشتر از 5 سال میشه که در کرسی پارلمان نشستین و از امتیازات و امکانات مجلس نمایندگان به نمایندگی از مردم افغانستان استفاده میکنین، در ازای این همه امکانات، در ازای این همه ماشایی که شما از مجلس نمایندگان از پول بیت المال یا پول مالیه مردم افغانستان میگیرین، در راستای آوردن صلح چه کار انجام دادین؟ ببینیم، همیشه صدای پارلمان افغانستان بلند بوده، همیشه دعوت کردیم از مایی که خانه ملت که برای به پرسه صلح ببندن. اصلا جنگ در افغانستان فراتر از این موضوعات است که ما پارلمان افغانستان بخواهیم. به پارلمان افغانستان داره، زمانی که پارلمان افغانستان میاد با یک وزیر ناکارآمد، با یک وزیر ضعیف امنیتی رای تایید میده، رایش به صندوق میرسه و وزیر میرسانه به کرسی پارلمان، به کرسی وزارت، وزیری که در واقع تجربه خوب هم در گذشته نداشته. فکر نمیکنین که در واقع شما هم عامل گردیدین به تداوم جنگ در افغانستان؟ عمل کرده شما نکته خوبی رو اشاره کردیم. ما به یک استیزا چندین وزیر استیزا کردیم. آمدن فردها نمیتونه صلح بیاره. چی میتونه صلح بیاره؟ یعنی هماهنگی تمام ارگان ها. زمان شما، اجازه بدیم با یک فرد شایسته، با فرد کارا، با فرد با تجربه رای بریزین به صندوق و او را به کرسی وزارت، به کرسی ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله برسانین. فکر نمیکنین این کار مؤثر واقع خواهد شد در تامین امنیت برای شهروندان، حداقل در جلوگیری از حمله های انتحاری؟ پیوسته خود شما انتقاد میکنین که در رهبری نهادهای امنیتی ضعف وجود داره. وزیر داخله ضعف داره، رئیس عمومی امنیت ملی ضعف داره، وزیر دفاع ملی ضعف داره، اما در مقابل شما دوباره میرین به پارلمان. آیا پارلمان افغانستان میتونه یک فرد بیاره وزیر بسازه، در حالی که وقتی که خود حکومت معرفی نکنه؟ خب زمانی که تا زمان شخص ما همیشه میکنه که واقعا میکار شده، اتفاق افتاده. وزیرای ناکاره ما سلب صلاحیت کردیم و چندین بار به می دوره شما شاهد ازی بودیم. اما وقتی که حکومت نمیتونه او فرد شایسته ای که واقعا بتونه برای آوردن صلح زیادتر تلاش کنه معرفی نمیکنه، گناه پارلمان خب نیست. شما از طرف دیگه با جنگ افغانستان تنها جنگ خود مردم افغانستان نیست، ما این جنگ بسیار بزرگ منطقه است و دولت افغانستان، کشورهایی که دخیل هستند در این پروسه متاسفانه شوم و به نوعی بهره برداری میکنن و از لحاظ جغرافیا افغانستان جایگاه شده برای نمایش قدرت‌های بزرگ. این تنها بحث وزیران نیست. ما این فرد بیا یا فرد دیگه مشکل حل نمیکنه. حکومت افغانستان اولین مشکلی که ما اجازه بدیم شما گفتیم وکیل پارلمان، من به عنوان وکیل پارلمان همینجا صدا میزنم به رئیس جمهور و رئیس اجرایه و حتی من امروز انتقاد کردم از پارلمان افغانستان. جنگ خیلی فرارزمی هست، فرامرزی هسته و جنگ بزرگیه و اینجا ما پیمان استراتژی با آمریکا را امضا کردیم، در صورتی که پیمان استراتژی و امنیتی، در صورتی که ما میخوایم خارجی ها در افغانستان در رأس اینا ناتو باشه، پس اینا برای آوردن صلح چیکار میکنن؟ و دولت افغانستان، همین خارجی ها میگن، جان سابکو بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگه عامل اصلی و کلان جنگ در افغانستان فساد در دستگاه دولت افغانستان است. پارلمان هم در واقع یکی از قواهای دولت افغانستان است. پارلمان هم پیوسته اتهام‌های بالایش وجود داشته که در فساد، در کمیشنکاری، در معامله با وزیران نقش داشتند. دیگر متاسفانه من نمیتونم از این موضوع انکار کنم. بعضی افراد هستند که بعضی داد و ستدها با وزیرا دارن. اما شما بنان عملکرد بعد برخی از اعضای مجلس نمایندگان هم نقش داره در تداوم جنگ در افغانستان. متاسفانه در این شکی نیست، به خاطر به قول شما همین وقتی که یک قماندان نابکار چند تا وکیل میرن و به سر وزیر فشار میارن که باید این فلان قماندان به فلان جا قماندان امنیه بشه، خب طبعا وقتی که او شهامت و عرضه کار نداشته باشه، خب طبعا مشکلات به وجود میاد و این کارزمینه را و مداخله کشورهای بیرونی در افغانستان مساعد می‌سازه و به تداوم جنگ کمک می‌کنه. متاسفانه این حقیقتیه که نباید انکار کرد. خب اما تنها ندانمکاری ها و مشکلات در پارلمان افغانستان نیست، در همه سکتورها، در تمام جاهایی هست. حتی به وزارتخانه ها فساد وجود داره، حتی دوروبر رئیس جمهور فساد وجود داره. نقش شما چی؟ شما چی مسئولیت دارین در برابر این وضعیت؟ ما همیشه صدا خوب بلند کردیم. فراتر از بلند کردن صدایتون از تریبیون مجلس یا از تریبیون رسانه‌ها دیگر چه مسئولیتی دارین؟ پارلمان افغانستان از لحاظ قانونی کارهایی که باید بکنه انجام داده. ما نظارت میکنیم بر اعمال حکومت و به خصوص سکتورهای امنیتی و هر وقت که مشکلاتی بوده ما همه را خواستیم و در پارلمان مشکلات مردم را بیان کردیم. اما ما چیزهایی از اونها میشنویم که بحث اصلا به وزیر تنها مربوط نمیشه، مشکل در تمام سکتورها هست و کمی جدی گرفتن دولت افغانستان و سیاست نسبت به خارجی، مخصوصا آمریکا و کشورهایی که آمدن صلح به افغانستان بیارن، اگر واضح تر بشه وضعیت امنیتی بهتر خواهد بود. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه، خیلی ممنون.